سپاسگزارم جناب بدی خیر مقدم میگم به عزیزانی که در این فاصله به جمع پیوستند در گفتگو شرکت خواهند کرد و عزیزانی که در قسمت شنونده حضور پیدا کردن فقط من یک دو تا نکته رو خیلی کوتاه عنوان بکنم در ارتباط با خبری که های بلدی هم به اشاره کردن چون مسئله مرکز اسلام هامبورگ خیلی عواد گسترده ای داشته تو این عملیات یک یک عملیات سراسری بوده مختص فقط مسجد نبوده یا این مرکز اسلامی هامبورگ که دو تا از ساختمون ها در حقیقت فقط به مسجد تعلق داشته و بیش از 54 همطور که آقای بلدی هم اشاره کردن 54 ساختمان در حقیقت مورد بازرسی قرار گرفته در ارتباط با اینا تو چندین ایالت 500 معمور در این عملیات شرکت داشتند عملیات سر بوده در استانهای بسیار زیادی غیر از هامبورگ نیدرزاکسن زاکسن نوتغیم اسفالن برلین فرانکفورت یعنی در چندین استان مختلف همزمان این عملیات انجام گرفته چون از اینجا قبلا بارها در مورد صحبت کرده بودیم از توی این یک سال گذشته به خصوص ایرانی ها خیلی فعالیت زیادی در این رابطه داشتن خود دستگاه اطلاعاتی آلمان بیشتر به خصوص بعد از ماجرای دستگیری اسدی اون دیپلمات تروریست حکومتی که بعدها هم معاوضه شد همه خاطرشون هست همونی که به در جریان توطعه بمبگذاری در نشست مجاهدین زیر نظر قرار گرفته بود دستگیر و محاکمه شد به همراه چند تن دیگه اون خب کسی بود که چون دبیر اول سفارت حکومت در وین بود در اتریش هرچند که خارج از اتریش دستگیر شد برای همین نمیشد اون رو جز دیپلمات ها بزارد. در حقیقت نمیتونست از مسئولیت دیپلماتیش استفاده کنه نکته ای که داشت تو دفترچه ای که ازش به دست آورده بودن بیش از یعنی هزاران نام در اون بوده که تعداد بسیار زیادیشون در آلمان بودن تروریست ها جاسوس ها آلم فروش ها و خود هم مسئله باعث شد بعضیش کدگذاری شده بود بعضیش رو پلیس ظاهرا تونسته بود رمزهاشو در حقیقت در بیاره خیلی خوشحال می شدیم اگر در اختیار عموم قرار می گرفت منتها معمولا دستگاه امنیتی این کار رو انجام نمیدن احتمال خیلی زیاد داره که اون دفتر مورد استفاده اینها قرار گرفته نکته ای که وجود داره اینه که پارلمان های یعنی پارلمان سراسری این پارلمان فدرال هم میدونن آلمان فدرال یعنی یک ما به یک پارلمان سراسری داریم و هر کدوم از ایالت ها هم برای خودشون سیستم حکومتی و پا، پارلمان خودشونو دارن رو پارلمان سراسری بیشتر از این اه، اه، تصفیب نامه ای در حقیقت طرحی رو به امضا رسونده بود و که از وزارت کشور بخواد جلوی این تشکیلات رو بگیره جلوی این تروریست های مرکز اسلامی رو و این بار بعد از شروع درگیری های اخیر در غزه مسئله دوباره بالا گرفت و پارلمان ایالتی هم با اکثریت آلا نکته که جالبی که داشت تمامی اصحاب در این احزاب در این رای شرکت کردن یعنی اصلا یک تور رای مخالف هم نداشته همه درخواستشون از وزارت کشور اینه که این مرکز حد چه سریعتر به عنوان یک مرکز تروریستی شناخته بشه غیر از اینکه حالا مورد بازرسی قرار گرفته و موقتا فعلا بسته شده اما اینکه به عنوان یک مرکز تروریستی شناخته بشه کما اینکه شواهد زیادی هم هست خود وزیر کشور هم در گفتگویی که روز گذشته داشته اشاره کرده به این مسئله که برخلاف ادعاهایی که این مرکز فقط یه مرکز ایدئولوژیک و عقیدتی بوده یعنی فقط اسلامی بوده به مطلقاً چنین نیست بلکه مستقیما این با دولت در حقیقت حکومت ایران حکومت حاکم بر ایران سر, سر کار داره نماینده اونهاست و ارتباط تنگاتنگ با جریانات تروریستی مانند حزب برو بر از زمانی که درگیری های شروع شده حکومت طبق معمول از اینکه افکار عمومی چه در سطح داخلی و مشخصا در سطح جهانی به سمت دیگه ای نگاه میکنه از این بهره برداری میکنه تو استفاده میکنه تعداد اعدام ها بسیار زیاد شده افراد بسیار زیادی مورد قتل حکومتی انجام گرفتند و در این چند هفته بیش از 120 نفر در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته شدند از طرفی حکومت تلاش میکنه با این ترفندهای جدید جو رو بحشت رو در شهرها ایجاد بکنه در رابطه به خصوص با مسئله هجاب و پوشش زنان و آزادی که به هر حال به قیمت خون بسیاری عزیزان به دست آوردن و حاضر نیستن ازش در چشم پوشی کنند حکومت هم اما تاکید میکنم از اینکه حواس ها به طرف دیگه سوء استفاده میکنه و جنایات خودش رو پیش میبره برنامه های ج... سرکوب خودش رو برای اینکه میشناسیم ما همیشه خودش بحران میسازه در پی بحران برای کنترل بحران قبلی بحران جدیدتری ایجاد میکنه و طبعا از بحران هایی هم که وجود میاد سعی میکنه سو استفاده بکنه برای اینکه حکومت اصولا بر مبنای بحران و سرکوب ساخته شده به وجود اومده ادامه حیات داده تا به امروز هم همین بوده